سلام دوستان عزیز با یک ویدیو جدید دیگه در هستیم و در این ویدیو با هم دیگه درمانهای خانگی برای رفع زانو درد رو بررسی میکنیم زانو درد درد مفصلی است و در هر سن و سال و در هر دو جنس بروز میکند علل اصلی درد زانو آسیب دیدگی تصادف آرتروت روماتوئید کمبود کلسیوم در استخوان‌ها و فشار بسیار زیاد روی زانو است علائم زانو درد ورم درد و عدم انعطاف پذیری زانو است برای از بین بردن درد بر اثر آسیب دیدگی یا استرس میتوان از مسکن ژل و کرم استفاده کرد یکی از روش های مؤثر برای درمان زانو درد درمان زانو با یوگا است. یوگا درمان بسیاری از آرزه های جسمی است و در رفع درد پا هم اثرگذار است. بسیاری از حالت های یوگا از علیه زانو را تقویت و انعطاف پذیری آن را بیشتر می کند و برای رفع درد مزمن زانو بسیار مفید است. مورد دیگه درمان زانو با مصرف کلسیوم هست در برخی از موارد درد مفصل به علت کمبود کلسیومه با کم شدن میزان کلسیوم استخوان بسیار ضعیف میشه و بنابراین لازمه برنامه غذایی غنی از کلسیوم و دیگر مواد مغذی داشته باشید و فرورده های لبنی و ماهی به طور منظم مصرف کنید همینطور ماساژ روغن درمان خانگی زانو درد است میتوان از روغن نارگیل روغن زیتون یا هر نوع روغن دیگری برای زانو درد استفاده کنید ماساژ باید 10 تا 15 دقیقه طول بکشد و به, حالت چرخشی انجام شود همینطور درمان زانو رو میتونید با ورزش انجام بدید گاهی اوقات زانو درد به علت چاقی یا اضافه وزن زیاد است ورزش های منظم از جمله ورزش های کششی میتواند برای رفع زانو درد بسیار مفید باشد همینطور مصرف روزی یک لیوان شیر گرم با مقداری اصل و زرد شوبه در درمان زانو بسیار مفید است زیرا زرد شوبه خاصیت ضد التهابی داره و درد زانو رو بهبود میبخشه کرم ها یا پومات های حاوی رازیانه که خاصیت ضد التهابی دارن نیز میتونه درد رو تسکین بده بر اساس آمار رسمی کشور چهل تا پنجاه درصد ایرانی ها افراد چاق هستند که این اشخاص در ابتدا با ناراحتی زانو و مشکلات آن و سپس بیماری ها بی و ریوی مواجه خواهند شد کمبود ویتامین دی در کشور در تمامی سنین بسیار شایع است رژیم غذایی افراد و به خصوص بچه ها نامناسبه و لبنیات کمتر مصرف می کنند و بیشتر به سمت فست فود گرایش پیدا می کنند. این امر موجب شده کمبود ویتامین دی در بدن و در نهایت باعث تغییر شکل زانوها میشه. گفته می شود علت عمده شیوع زانو در در نوجوانان و جوانان ایرانی رژیم غذایی نامناسب، مصرف غذاهای چرب، تحرک بدنی کم، و سبک زندگی نادرست از علل اصلی درد زانوست برای درمان افراد باید با برنامه ریزی غذایی مناسب تری رو در نظر بگیرند یکی دیگر از شایعترین علتهای درد زانو در جوانان ایرانی بیماری کندور مالاسی یا کش... کشکک زانوست سن شایع این بیماری در دوران جوانی بین 20 تا 30 سالگی است و معمولا درد در جلوی زانو وجود دارد که این بیماری در واقع از سایده شدن قضوف کشکک توسط استخوان ران به وجود میاد یکی از علتهای سایده شدن قضوف حرکت نامتعادل کشکک در مفصل زانو است بنابراین رفتار نامناسب با زانو در حین فعالیت‌های بدنی و حتی استفاده زیاد از آن در سنین جوانی و پرتر یا ورزش ضربه و یا ضعف عضلات ران باعث ساییده شدن قذروف می شود در نتیجه فرد احساس درد در زانو خواهد داشت افرادی که بیشترین مراجعه را به مرکز درمانی داشتند گاهی دچار انحراف کشکک نیز هستند که این آرزه را می توان با جراحی درمان کرد به این صورت که کشکک کشکک آزاد می شود و در جای مناسب قرار می گیرد. این مشکلات در افرادی که دچار شلی لیگامانی یا نرمی مفصلی هستند شایع تر است. برخی افراد اغلب در پاهای خود صدا احساس می کنند اگر این صدا همراه با درد نباشد برای فرد مشکل ایجاد نخواهد کرد اما اگر همراه با درد باشد برای فرد مشکل ساز خواهد بود و باید به پزشک مراجعه کنه. در افرادی که شلی لیگامانی دارند لبه پشت استخوان ساق بیشتر درگیر می شود لذا افراد باید تلاش کنند وزن خود را هنگام ایستادن به عقب نیندازند و به حالت ایستادن و راه رفتن خود دقت کنند که همیشه در مسیر مستقیم وزن منتقل شود در برخی افراد جوان تروماهای کوچک و مستمر نیز شایع است این بیماری بیشتر در اثر ترزر بگیر و در های بالا و دوچرخ سواری در فرد ایجاد می شود. پزشکان توصیه می کنند که ورزشکاران به طرز استفاده از وسیله های ورزشی توجه کنند. اگر از وسیله های ورزشی برای تناسب اندام استفاده می کنید باید قبل از شروع ورزش اندام خود را گرم و بعد شروع به ورزش کنید. علائم بارز و رایج درد زانو نشانه های زیر را می توان جزء بارزترین درد زانو دانست قرمزی و احساس داغی زانو ناتوانی در دراز کردن زانو سخت راه رفتن به دلیل ناپایداری زانو لنگ زدن به دلیل تحمل درد و ناراحتی قرف شدن زانو یا ناتوانی در خم کردن زانو تورم و خشکی صدا دادن زانو و حساسیت به لمس کردن زانو. زانو. انواع مختلف زانو درد به ترتیب آرتروس زانو یا سایدگی زانو است که به علت از بین رفتن غضروف مفصل ایجاد می شود و در حالت شدید مینیسک هم از بین می رود علائم آن به صورت درد زانو و محدودیت حرکت و تورم زانو است دومیش از گود اشلایتر این بیماری اغلب در نوجوانان ورزشکار و به علت مستقیم شدن مکرر زانو ایجاد می شود در این بیماری برجستگی زیر کشکک دردناک و متورم می شود سومی کندرمالاسی کشکک در افرادی که زیاد میدوند و در خانم ها بیشتر مشاهده می شود در این بیماری استخوان کشکک به درستی در جای خود قرار نمیگیرد و در اثر حرکات مکرر در جلوی زانو قذروف آن آسیب می علائم کندرمالاسی درد زانو به خصوص بعد از نشستن به مدت طولانی مدت طولانی حرکات زانو ممکن است با صدا همراه باشد مورد بعدی روماتیسم مفاصل از محل های عمده درگیری در روماتیسم است ممکن است درگیر شود علامت عمده درگیری روماتیسمی زانو درد و تورم آن است در مراحل پیشرفته مفصل زانو تغییر شکل می کند مورد بعدی بوریست زانو است. در اطراف مفصل زانو چیزهای وجود دارد که با آنها بورس میگویند این کیسه ها به علت متفاوتی مانند عفونت یا وارد شدن ضربه می توانند ملتهب و دردناک شوند به این آرزه بورسیت میگویند. علائم بورسیت های زانو معمولا به صورت درد زانو و تورم موضعی در قسمتی از زانو است آخرین مورد عفونت مفصل زانو است بسیار مهم است و باید اورژانسی درمان شود علائم عفونت زانو به صورت درد و تورم زانو و تب است درمان آن در اکثر اوقات عمل جراحی و استفاده از آنتیبیوتیک بیوتیک است گاهی عفونت زانو مزمن زانو مزمن می شود و در این صورت ممکن است موجب آسیب استخوان اطراف مفصل هم بشود تبرین های ورزشی ساده برای تقویت زانوها قبل از شروع ورزش باید حتماً نرمش کنید تا به پاها و زانوهای شما آسیبی وارد نشود برای این منظور به مدت پنج دقیقه دو چرخه بزنید و سپس ورزش هایی که در زیر آموزش دادیم را تمرین کنید روی کمر دراز بکشید پاها را صاف روی زمین بگذارید سپس یکی از زانوها را خم کنید در حالی که پای دیگر صاف روی زمین است سپس پای خم شده را صاف بالا ببرید به طوری که پای روی زمین خم نشود این کار را سه تا ده بار برای هر کدام از پاها تکرار کنید این تمرین سخت به تقویت زانوها کمک شایانی می کند دوستان عزیز از شما تشکر می که تا پایان این ویدیو با ما بودید و آرزوی شاد و سلامت باشید